میخوایم راجع به فیلم اول کن امسال که جایزه اول برده حرف بزنیم. یه فیلم نزدیک 3 ساعته به اسم آناتومی یک سقوط. فیلم مال یک فیلمساز فرانسویه که من نمیشناسمش، جوستین تریه، و یه بازیگری که باز نمیشناسمش ولی فوق‌العاده است. فیلم نزدیک 3 ساعته 1 ساعت و خورده ای اولش فاجعه است، جوری که میشه اصلا ادامهش نداد. انقدر حواشی داره، انقدر بی خودیه، انقدر دوربینش بی پرنسیپه که هیچ کاری نمی کنه، فقط خسته می کنه ما رو. You realize it was so high? Yeah. I went upstairs to my bedroom. That's when I heard Daniel scream. بسیاری از دوستان از جمله خود من که اول رو تحمل کردن دیگه ادامه نیده. من به لطف آدمی که صبوره و چون داستان یک زن بود و خیلی هم مهم تا آخر رفت و گفت که بعد ببین. فیلم رو دیدم. فیلم حداقل 1 ساعتش خیلی زیاد خوبه. قصه چیه؟ دو خطی عرض کنم. قصه یک قتل یا یک خودکشی. یک زن و شوهرن، زن نویسنده است، مرد هم میخواد نویسنده باشه. مشاجرات اینا رو ما بعدا در اواخر فیلم میبینیم. خیلی به درد بخوره. چیش به درد بخوره؟ جز معدود فیلم هاییه که ما یک زوج و مسائلشون رو تجربه میکنیم، مسائلی که به شدت اذیت کننده است، هولناکه. یه بچه کوچکم دارن که در اثر یک تصادف تقریبا بینایش از دست داده، این 3 نفر، و یه وکیلی که بهش نمیاد انقدر وکیل خوبی باشه. میرسیم به زن، دادگاهی میشه به جرم قتل. مرد از پنجره بالکن پرتاب شده و مرده. آیا این یک خودکشی یا یک قتله؟ نظر اکثریت اینه که قتله. حالا فیلمساز داره اینو آناتومی میکنه، آیا این قتله یا خودکشی. مهمتر از این که جواب به این سوال بده، دعوای این زن و شوهر سر چیه؟ زن پیروزمنده در نوشتن، از اشته که 2 کتاب در اومده و همچنان آدم مولدیه. مشکل از مرد که شکست خورده و سعی میکنه این شکستشو جبران کنه، نه در عمل جبران کنه، جبرانی به این شکست نگاه کنه و قبول نکنه شکست رو. چیزی که در فیلم خیلی مهمه غیر از این دعوا، که حتی از فیلم مهم برگمان صحنه هایی از یک ازدواج یا از یک زندگی زناشویی، به نظر من بعضی از صحنه های فیلم به خصوص دادگاهش جلوتر. عرض میکنم تو دادگاه چی کار میکنه؟ دوباره برمیگردم به جایی که الان بحثو کات کردم. تو دادگاه زن متهم به قتله، باید از خودش دفاع کنه. موقعی داره خودش دفاع کنه باید شوهر رو عیان کنه، لو بده و آبروی شوهر رو ببره بدونی که بخواد. خب این
تضاد رو میبینید؟ این تضاد هم در فیلم نامست، هم در یک کارگردانی آرام و هم در یک بازی فوق‌العاده درخشان. زن خیلی آرام تو یادگاه نشسته، شاهدها میان تقریبا همه علیه شهادت میدن و یک دادستان جوان غیر کلاسیک، غیر کلاسیک که عرض میکنم غیر امریکایی، که همه علیهش. هی داده اضافه میشه، هی زن مجبور میشه جواب به چیزهایی بده که دوست نداره، چون همچنان تا دم مرگ شوهرش رو دوست داشته با وجود کشمکش، کلنجار و اختلافات زیاد، با وجود اینکه شوهره در اثر اهمال و نرفتن سر قرار که بچه رو از مدرسه بیاره بچه تصادف کرده و این فاجعه براش اتفاق افتاد. این فاجعه سنگینیش روی مرد و روی زن هست، روی مرد خیلی زیاد. آخر فیلم هم ما این سنگینی رو میبینیم. صحنه‌هایی که زن در دادگاه به زور، در واقع به زور میزانسن دادگاه از خودش داره دفاع میکنه، تضاد بین دفاع از خود و آبرون نبردن و عیان نکردن زندگی خصوصی، این تضاد با بازی درست در اومده. این فیلم بسیار کم تصویر درست داره، خوشبختانه. چند تایی هم که داره در اوائل یک ساعت و خورده ای اول به کل اضافه است و بعدن هم که چند تصویر درست میگیره عمدتاً به نظر من احتیاجی نیست. میدیوم شات یا میدیوم کلوز جواب میده واسه اون لحظات. عرض کردم بالاخره در چند نوبات دادگاه و اومدن به سرشون دانیال پشت مادر که از اول اینطوری نیست، از اول پسره فکر میکنه مادر اون رو کشته. این آرام آرام دیگه قصه رو نمیگم، وقتی میاد پشت مادرش دادگاه به نفع زن میچرخه و زن بالاخره در این دادگاه طولانی چند نوبته پیروز میشه. وکیلش میاد که حس یک برنده یا بازنده. بعد از پیروزی در دادگاه این سوال براش مطرح میشه و بلند میگه در حضور وکیلش. وقتی وکیل میپرسه چه حسی داری؟ میگه که آدم وقتی توی چیزی میبازه خب باخته، همه چی هم داده یه روشنه، اما وقتی در یه چیزی میبازه. Et à partir de là c'est le cercle vicieux, c'est-à-dire que Samuel ne peut plus se passer de son salaire de prof, les travaux s'éternisent, un an et demi après leur installation. جایزه در کار نیست. بامزه است، با اینکه برنده شده کاملا باخته. چی رو باخته؟ زندگی، حریم زندگی خصوصی خود و شوهرش باخته، حریم برملا شدن ضعف‌های شوهرش، خودخواهی‌هاش، همه اینا رو باخته که اصلا نمیخواسته. پس فیلم برنده نداره و این زن در واقع بازنده واقعیه. شاید تنها برنده پسر کوچکی باشه که بعد از تصمیم درست حالش بهتر شده. پس زن فیلم در این دادگاه که بسیار متین میشینه و بسیار متین گوش میده و خیلی کم حرف میزنه مگه ازش سوال شه و دوربین سعی میکنه حال زنین که در چهره و آرامش کنه و موفق میشه. آناتومی یک سقوط، آناتومی یک زن با تمام مسائلش، آناتومی یک نویسنده موفق و آناتومی یک زن بازنده در زندگی زناشویی و آناتومی یک درد
بچه اذیت شده یه تقریبا نابینا. فیلمساز به خوبی پس این آناتومی ها برمیاد. نمای آخر فیلم پسر خوابیده، این میاد با سگ پسره که خیلی دوستش داره تو جای شوهرش دراز میشه رو کاناپه و سگ میاد پیشش. اندازه نما درسته. این خوابیدن یعنی پناه بردن به محل خواب شوهره خیلی حس خوبی داره بدون اینکه چیزی بولد بشه. آناتومی یک سقوط فیلم خوبیه با وجود یک ساعت خوردهی اول که بده. بازی عالیه، کارگردانی اندازه است. ببینید فیلمو.